عزیزان جان و همراهان همیشگی سلام. با اکران میهمان خانه های شما هستیم. در بخش اول برنامه به صورت جامع به فیلم مردان ساخته بتین قبادی خواهیم پرداخت. بتین قبادی فیلمساز کرد ایرانی با فیلم مردان کشور عراق را در اسکار امسال نمایندگی خواهد کرد. این نخستین فیلم بلند بتین قبادی است که با نخستین نمایشش در جشنواره بین المللی فیلم تورنتو تحسین منتقدان را به خود جلب کرد. در گزارش ویژه‌ای در برنامه این هفته اکران به فیلم شناسی بتین قبادی و فیلم مردان خواهیم پرداخت به همراه گفتگو با بازیگران این فیلم. اما قبل از هر چیز از شما دعوت میکنم به تماشای فیلم کوتاه سربازی که شکست ساخته بتین قبادی بنشینید تا با سبک کار و نوع نگاه این کارگردان جوان بیشتر آشنا بشیم. سربازی که شکست.
دکی هند سه خواه و کن لعقه کن ایمش حاضرین پا فلا بینی نبان چا مانا و در دنیا دنیا دیو هم بو کنیز که هم بو پرات مبارک انشاءالله Thank you.
امیدوارم از تماشای فیلم لذت برده باشید. اما در اینجا دعوت میکنم به گزارشی در مورد فیلم مردان نخستین کار بتین قبادی توجه بفرمایید که در اسکار امسال با فیلم‌هایی از کشورهای مختلف به رقابت خواهد پرداخت. حزم للربارنية براكين كشتو منال نيش منال. مردان نام فیلمی است به کارگردانی بتین قبادی. این نخستین فیلم بلند بتین قبادی است که کشور عراق را در اسکار سال 2015 نمایندگی خواهد کرد. کاک مردان از گلت درسم مورد گل پر حقم توانی کسی گم پیگی چی؟ مردوه؟ نازم بتین قبادی کردستان عراق را به عنوان جغرافیای اجرای فیلمنامه‌اش انتخاب کرد تا علاوه بر جستجو در فضای نقاشی گونه ذهنیش بتواند حال و هوای شخصیت‌های داستانش را با بازیگرانی ارائه کند که تجربه دردها و دغدغه‌های مشترکشان باورپذیری حس رنج را در مخاطب خود به خوبی ایجاد کند. فیلم روایت داستان شخصی به نام مردان است که به دلیل آنچه در گذشته و دوران کودکی تجربه کرده است به فردی گوشه‌گیر و افسرده بدل شده. بازیگر نقش مردان حسین حسن است که علاوه بر کارگردانی بازی در 5 فیلم بلند را در کارنامه خود دارد. سبرد به داستانی فیلم که آقای حسین، درباره داستان فیلم لطفاً بیشتر برای ما توضیح بدید که مردان بر اساس چه موضوعی ساخته شده و اشاره اصلی فیلم به چیه؟ بله، زورت باز ام پرسیار زیادتر. بله، سپاس از شما. البته پاسخ این سوال رو کارگردان بهتر میتونه جواب بده، ولی تا جایی که من بتونم جواب شما رو بدم، فیلم مردان در واقع کارکتر مردان کسی است که دیدن اتفاقی در دوران کودکیش بود که بر سر برادرش اومد و این عقده در دل مردان باقی موند. این یک پس‌زمینه از شخصیت مردانه. این اتفاق باعث شده که چطور بگم، همه چی براش غمناکه. آروم آروم حالتهای انسانی و درونی مردان دچار خدشه شده و شروع فیلم با همین حالات روحی مردانه که همه جا داره خودش رو نشون میده. در واقع مردان در دوران بزرگسالی همان مردان کودکی شکسته است. در واقع آنچه که بتین برای من توضیح داد تا با کاراکتر مردان ارتباط بگیرم همین بود. در فیلم مردان هلی لاو خواننده به نام کردستان نیز به ایفای نقش پرداخته است. So the first question is how Batin chose you to play for the Mardan movie. Well, actually I was in Los Angeles recording my album and that time I didn't becoming an actress or doing movies, it was just a dream for me. He basically contacted me through email and he told me that he's looking for a lead role for his film and he wanted me to fly to Kurdistan and audition for his movie. And I think he casted about 600 girls for the movie and I flew to Kurdistan. And I remember the first day when I met him, I told him, listen, I never done acting. I don't know what it's about, but I can just try my best and maybe, you know, you will like it. And I did my audition and I got the role. I was very, very happy about it. بتین قبادی در مردان از بازیگری از کشور ترکیه با نام میر مراد بدرخان نیز بهره گرفته است. مراد، به سیز مردان فیلم اینده چالشتنز بود؟ آقای مراد، شما در فیلم مردان حضور دارید. کار با آقای بتین قبادی چگونه بود و فضای کار چطور بود؟ یا اونجایی که بتین قبادی اینده چالشما که این چه گذر بیر تجربه بود، اونو بدونید. قبل از هر چیز باید بگم کار با بتین قبادی تجربه خوبی برای من بود. در واقع بازی من در مردان ساخته بتین دومین فیلم بلند من بود. برای من تجربه متفاوت بود و از طرف دیگه هم مردان اولین فیلم بتین بود. طبیعی بود که نگرانی هایی در مورد اجرا، پیدا کردن فضاها و ایجاد فضای مناسب در فیلم هیجان زیادی برای فضای ساخت ایجاد میکرد. لذت بردم، کار خوبی بود.
همان اقل لوتی به کهمه گیان کهمه اقل لوتی به همان اقل لوتی به. قبادی با پردازش شخصیت مردان و انتخاب حسین حسن برای ایفای نقش در تلاش است هر آنچه از غم، اندوه درونی و تجربه‌های تلخ تاریخی که مردمان جغرافیای خیش دارند را به مخاطب دیگر منتقل کند. آنچه برای من مهمه اینه که کسی که فیلم رو میبینه با مردان ارتباط بگیره. آنچه که من در ایفای نقش مردان و کار با بتین حس کردم این بود که فضا مهیا بود برای بازی و عکس. ایفای نقش مردان سخت بود چون باید با درون بازی میشد. به نظر من نه تنها برای من بازیگر بلکه این نقش و بازی برای هر کردی آسونه، چون کردها در زندگیشون با این حالات و فضاها آشنا هستند و تجربه کردند. نقش با تمام سختیهاش ولی خیلی به دغدغه‌های من نزدیک بود. به عنوان یک بازیگر با یک سری تجربیات و زندگی در میان مردم، این جنس شخصیت برای من ناآشنا نبود. چیزی که باعث شد خودم راضی بشم این بود که بتین فضا را به خوبی برای بازی مهیا کرد و من در بازی در مردان بسیار آرام بودم و لذت بردم. نقشی که میر مراد بدرخان در فیلم به ایفایان پرداخته شاید بهانه‌ای برای رجوع و اشاره بسته‌ای به موضوع کشتاری موسوم به انفال است که حزب بعث عراق در دهه 80 میلادی انجام داد. فیلم یونسم بریم کندی چکیم سورمدن بحثیم. من اگه بخوام از مدت زمان فیلم برداری نقش خودم بگم 10 روز طول کشید و مکانها در کردستان در منطقه بارزان انجام شد. منطقه بارزان و طبیعت بکر و دست نخوردش بدون شک در زیبایی تصاویر و محتوایی کمک کرده. بله، فیلم در فضای زیبا و طبیعی بکر فیلم برداری شده. نقش من در مردان یک مردیه که مسئولیت کارهای قبرستان رو به عهده داره. من در فیلم جستجوگر هستم که با جریان اشغال و قتل عام کردها توسط صدام گره خورده. یک شخصیت عجیب و غریبی است، ولی با این حال از ایفای نقش لذت بردم و خوشحالم. الی لاو که با ارائه موزیک ویدیویی با نام ریسک بزرگ به شهرت جهانی رسید، خود متولد ایران، شهر ارومیه و ساکن آمریکاست. الی لاو در فیلم مردان در نقش لیلا ظاهر می شود. Female lead role of Leila. She's a mother, 35 years old, about a mother, and my husband goes missing, and I come to this small Kurdish village to look for my man, and I also have a son with me. So it's a drama, it's a mystery, it's a very 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 beautiful art piece. This movie. Mardan. Mardan. آفرین مردان. آفرین مردان. نه امید نام نه اونای مردانه باشه. یعنی اینجا وایسی. آها آها خوبه. بعد میاد اینجا نگاه میاد اینجا میاد اینجا مردان. اینجا میبینی فرشم که اوه امنی کامره امنی مردان. سلام که بردان مردی خطا مالا. فیلم مردان با نخستین نمایشش در جشنواره بین المللی فیلم تورنتو تحسین منتقدان هالیوود ریپورتر را به خود جلب کرد. بتین قبادی که با فیلم‌های کوتاه اینجا آنتن نمی‌دهد، حتما امروز، از باد بپرسید و سربازی که شکست، جوایز متعدد جشنواره‌های بین المللی فیلم را از آن خود کرده، این بار نیز با مردان به اسکار چشم دوخته.